درود بر شما. با 180 ثانیه چهارشنبه سوم اردیبهشت ماه همراه ما باشید. دونالد ترامپ در توییتی که ساعتی پیش منتشر کرد نوشت: من به نیروی دریایی ایالات متحده دستور دادم اگر نیروهای ایرانی کشتی‌های ما را در دریا آزار دهند، همه آنها و سلاح‌هایشان را منهدم و از بین ببرند. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در واکنش به دستور دونالد ترامپ گفت: مقامات این کشور باید به فکر نجات خود و حل موضوع کرونا باشند. در ارتباط با همه‌گیری کرونا، مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته: اگر ما از همان روز اول ارتباط خود با چین را قطع کرده بودیم، از ورود این ویروس به کشور جلوگیری می‌شد. وی افزود: سر کلاف این مشکل از دستمان در رفته و به همین دلیل از سر ناچاری از شعار درمانی استفاده می‌کنیم. رضایی گفت: این موضوع نشان می‌دهد که بی اطلاعی در مملکت حاکم بوده و مانند موضوع گرانی بنزین مجلس در جریان امور قرار نگرفت. از سوی دیگر، آمار رسمی کووید 19 در ایران حکایت از ابتلای 1194 نفر و مرگ 94 بیمار در روز گذشته و در مجموع کشته شدن 5391 و ابتلای 85996 نفر دارد. رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، درباره احتمال اوج گرفتن بیماری کووید 19 با توجه به بازگشایی اصناف و پاساژها گفت: با توجه به کاهش فاصله گذاری اجتماعی در هفته های آینده، احتمالاً شیوع بیماری در تهران بیشتر می شود. مدیران شرکت کنتورسازی ایران در قزوین کارگران این کارخانه را که بیش از 20 ماه است حقوق نگرفتند، در پی همه‌گیری کرونا بیکار کرده و برای دریافت بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمودند. محمد حبیبی، معلم زندانی که از فعالان صنفی فرهنگیان و عضو هیئت مدیره کانون معلمان استان تهران است، با دستور هیئت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش از کار خود اخراج شد. دولت چین به طرح شکایت علیه خود در ایالت میسوری آمریکا پاسخ داده و آن را پوچ خوانده است. اریک اشمیت، دادستان کل ایالت میسوری، دیروز از شکایت از دولت چین به دلیل دروغگویی به جهانیان در رابطه با شیوع بیماری کرونا خبر داده بود.